هفتمین هفته متوالیه که تجمع اعتراضی در واشنگتن دی سی برگزار میشه. همطور که میبینی جمعیت خیلی زیادی از واشنگتن، مریلند، ویرجینیا و حتی شهرهای اطراف و دور و نزدیک به اینجا اومدن. این تجمع یکمی متفاوت‌تر از تجمع هفته دیگه است. امروز یک راهپیمایی نمادین برگزار شد توی خیابون ویسکانسون که حدود 40 تا از سفارتخونه ها قرار داره. مردم شروع به راهپیمایی کردن تا از تمام سفارتخونه ها و از تمام کشورها بخوان تا روابط دیپلماتیک خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع کنن. از روبرو از این سفارتخونه ها که رد می شدن، یکی از پلاکارت ها رو قرار می دادن و ازشون می خواستن که بیشتر از این با جمهوری اسلامی رابطه ای نداشته باشن. شعارهای زیادی که داده می شدن، تو که می شدن شعار آزادی، شعار از دی سی تا تهران آزادی برای ایران، اسم مهسا امینی چندین بار صدا زده شد، شعر برای شروین چندین بار پخش شدش. اینجا در کنار من خانم سوسن علایی هستن، یکی از افرادی که تقریبا هر هفته دارن در این تجمع شرکت میکنن. میخوام خودشون به من بگن هدفشون از این حضور در این تجمع چیه و چه پیامی بر مردم داخل ایران. بر شما و تمام ایرانیان عزیز در ایران و در تمام دنیا، من سوسن علایی برای دفاع خون جوانان عزیزمون در ایران اینجا اومدم و ما هر هفته هر شنبه با این گروه جمع میشیم، با همه گروه از تمام گروه ها اینجا شرکت میکنیم و گروهی وجود نداره. ما همه ایرانی هستیم، همه ما در راه دفاع از ایران و آزادی ایران برای 43 ساله داریم میجنگیم و برای داریم شعار میدیم و امیدواریم که به همین زودی ایران ما آزاد بشه و ما طرفدار تمام بچهای فرزندانمان هستیم در ایران. ممنونم. هفته گذشتم انتخابات میان دوره کنگره آمریکا اینجا برگزار شد. می‌بینیم چنین اقداماتی باعث میشه که توجه بسیاری از قانونگذاران به مسائل داخل ایران، مسائل امروز، خیزش انقلابی ایرانی علیه جمهوری اسلامی و سرکوب گستر در ایران جلب بشه. ساناز آریا، واشنگتن دی سی.